شما به اسپیس فارسی گوش می کنید با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت دومین سالگرد کشته شدن محسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و واکنش های بسیاری از چهره های سیاسی و اجتماعی همراه بود در دومین سالگرد کشته شدن محسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گزارش ها ها که از اعتصاب های عمومی و همدردی بسیار گسترده اسناف مختلف در شهرهای کردنشین کشور بود بر اساس گزارش ها در سقز زادگاه خانم امینی جو امنیتی حاکم بود این در حالی است که امجد امینی پدر خانم محسا امینی از اعتصاب عمومی و همدردی بسیار گسترده اسناف مختلف در شهرهای کردنشین کشور قدردانی کرد و آن را هشدار و پیام اعتراضی روشن برای مقامات جمهوری اسلامی دانست در همین حال شاهزاده رضا پهلوی در پستی در شبکه ایکس نوشته است که صدای محسا امینی همچنان زنده است او نوشت راه همه قهرمانان جاویدنام وطن که جان خود را برای آزادی و سربلندی ایران فدا کردند ادامه دارد. نام پر افتخارشان را با صدای رسا فریاد بزنید داستان شجاعتشان را به اشتراک بگذارید یاور خانواده های دلیرشان باشید و دوشا دوشه هم در برابر رژیم جمهوری اسلامی بیستید. ما با هم قوی تریم. در همین حال گروه های زیادی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیز در پی فراخوانهایی در شهرهای مختلف جهان تجمع کردند سیاستمداران هنرمندان شخصیت ها احساب و نهادهای ایرانی و بین المللی نیز به این مناسبت واکنش نشان داده و پیام را منتشر کردند نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل نیز با بیان اینکه بنیان استبداد دینی جمهوری اسلامی متزلزل شده است از سازمان ملل خواست با جرمنگاری آپارتاید جنسیتی به سکوت و بیعملی در قبال تبعیز ویرانگر علیه زنان پایان بخشد. محسا ژینا امینی چند روز پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در 25 شهریور ماه سال 1401 در بیمارستان کسرا در تهران جان باخت و کشته شدن او موج گسترده ای از اعتراضات در سراسر ایران را در پی داشت که تا دا ماهها در خیابان ها دانشگاه ها و مدرسه ها ادامه یافت در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 به دست نیروهای حکومتی صدها شهروند کشته شدند و هزاران تن مجروح و بازداشت شدند. آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟